فوری که هم اکنون به دست ما رسیده توجه فرمایید. شنیده ها حاکی از این است که تعدادی ناشناس به آسایشگاه سالمندان حمله کردند. شاهدان محلی مدعیان که هدف حمله سرقت از مجموعه بوده است. 3 تن از مهاجمان دستگیر و عده‌ای که تعداد آنها مشخص نیست متواری شدند. انگیزه سارقان هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. در این لحظه موفق شدیم ارتباطی برقرار کنیم با آقای صداقت، همکار ما در محل حادثه. آقای صداقت، خبر عجیبیه. فکر کنم حمله با آسایشگاه بی سابقه باشه. بفرمایید که آیا میدونید هدف حمله سارقان چی بوده؟ سلام عرض میکنم. بله، واقعا اتفاق بی سابقه است. حمله به قصد سرقت بوده و اینطور که از بازرسی های پلیس حاضر در محل مشخص شده، سرقت منظور دزدیدن فوند اجرایی افراد سالمند ساکن در مجموعه بوده که به احتمال قریب به یقین هدف از سرقت سوند تخطیر ادرار درون کیسه ها و فروختن آنها با آشامیدنی به مردم بوده. در حال حاضر پلیس در حال بازجویی از بازداشت شدگان و یک تیم پزشکی هم در محل حضور پیدا کردن تا از سلامت افراد ساکن در مجموعه اطمینان خاطر به دست بیارن. من به عنوان کسی که تکرر اجرا داره جرئت نمی‌کنم دیگه از خونه برم بیرون. پسرموی منم که همین مشکل داشت 2 هفته از قیبش زده. آقا به خدا یاو نشسته. نمش خوردش، بعد مزه از شما هم نخور. من شما خوردی؟ ما؟ نه. ممنونم از همکارم آقای صداقت. خب ما اینجا در استودیو در خدمت آقای آبسلان هستیم، کارشناس مسائل اجتماعی. خب آقای آبسلان، الان صحبت‌های آقای صداقت رو شنیدی. نظر شما در این رابطه چیه؟ ضمن عرض سلام، بله، این اولین اتفاقی نیست که طی چند ماه گذشته ما شاهد اون بودیم. با من نمونه، همین هفته گذشته یک ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد به اسم فرار قاچاقچی ادرار، که ما تو این فیلم شاهد این بودیم که این قاچاقچی چطور دستگیر و محموله ادرارش ضبط میشه. یا به طور مثال توالت‌هایی که مسیر فاضلابشون رو تغییر داده بودن و یا توالت‌هایی که به صورت خصوصی افرادی دایر کردن و برای این کار حتی به مردم پول هم پرداخت میکنن. یا شاهد این بودیم که یک سری دانش آموزا به خاطر پول تو جیبی اقدام به فروش ادرار کردن. یه اتفاق خیلی جالبی هم اخیراً افتاده که یک استاد دانشگاه که استاد شیمی بودن، ایشون سردسته یکی از بزرگترین لابراتوارهای تختیر ادرار بودن که بعد از دستگیری و ابراز پشیمونی که کردن گفتن که من تمام این کارها رو به خاطر خانواده‌ام انجام دادم. بله، خب همه در جریانیم که دلیل عمده این قضیه که بعضی جاها ازش به عنوان تجارت ادرار یاد میشه تقطیر و تولید آب هستش. به نظر شما دلیل رو آوردن مردم به این قضیه چیه؟ بله، با توجه به کمبود آبی که در سال گذشته داشتیم و جیره‌بندی شدیدی که آب مصرفی مردم داشت و همچنین افزایش قیمت آب، مردم رو آوردن به آبهای غیر استاندارد که به طرق غیر استاندارد و خطرناک تولید میشه. اتفاقا گزارش های ارائه شده که نشون میده بعضن برای مصرف کنندگان این آبها مضراتی هم داره. در این رابطه ارتباطی داریم با آقای دکتر طاهری. سلام عرض میکنم جناب دکتر. جناب دکتر، صدای منو دارین؟ بله، مثل این که سلام عرض میکنم جناب دکتر. سلام عرض ادب. آقای دکتر، در مورد مضرات آب‌های حاصل از تخطیر ادرار اگر میشه کمی برامون توضیح بدین. ببینید، در حقیقت فردی که این مایعات رو مصرف میکنه در آینده دچار مشکلات جدی میشه. مثلا ما توی آزمایشات ادرار فاکتورهای خیلی مختلفی رو لحاظ میکنیم: پهاش، گلوکوز، کریستال، گلوله قرمز، باکتری، انگل و هزار تا چیز دیگه. حتی رنگ مایع مهمه برای ما. ادرار رنگ‌های مختلفی میتونه داشته باشه: زرد کمرنگ، پررنگ، قرمز، گلبهی، بعضی وقتا حتی به خاکستری مایل میشه. آقای دکتر، از اینا بگذریم، مردم چه اقداماتی رو میتونن انجام بدن که بفهمن آب مصرفیشون آب سالمی هست؟ خب ببین، افراد نباید آب مصرفی خودشون از طریق افراد ناشناس خریداری بکنن. مطمئنا این آبها غیر استاندارد و خطرناک هستن. خواهش دیگه‌ای که دارم حتما توجه کنن که آرم استاندارد بر روی بطری‌ها درج شده باشه. خیلی از بطری‌ها هستن که پلمبشون باز شده. دقت کنید، سوء استفاده‌گرا پلمب این درها رو باز می‌کنن و مایعات خاص خودشونو توی اون بطری می‌ریزن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. امیدوارم که مردم خوبمون به این راهنمایی ارزشمند شما توجه کنن. مردم عزیز، حالا تصاویر خاطر انگیز دوران سرسبز گذشته رو که برای ما ارسال کردین رو پخش میکنیم. شما هم میتونین عکساتون رو به آدرس اینترنتی زیر ارسال کنین. با ما باشید. خدمت آقای حکمت، رئیس محترم سازمان محیط زیست هستیم. خب آقای حکمت، در مورد بحران کمبودها و شرایطی که الان شاهدش هستیم می‌خواستیم نظرتون رو بدونیم. ببین واقعا همه چی در تو کنترله. پس دریچه ارومیه، زاینده رود، اصلا در سطح کلی‌تر بخوایم نگاه کنیم، کل دنیا، آمازون، جنگل‌های آمازون، همه اینا دچار خشکسالی شدن. شما اصلا ندیدین که حیوانات شهری منقرض شدن؟ برای من جالبه، فکر کنم شما هم باید مثل هر شهروند دیگه ای حداقل یک بار خونه منو ببینید یا کریمای ناز خوشگل منو ببینید. این خبر رو نیست، گربه های ناز منو ببینید. ببینید ما 94% رشد تو تولید آب پاک داشتیم. این باور نکردنی، 12% پیشرفت. مردم باید صرفه جویی کنن و همکاری میکنن. صرفه جویی مردم و جیره بندی که ما انجام دادیم کاملا همه چیز تحت کنترل داره. به ما اعتماد کنیم، به ما اعتماد کنیم و نتیجه شو بگیریم. پس این جوانایی که تکرار ادرار داشتن دزدیده شدن، راجع به اونو میخواین چی بگین؟ ببینید خانم، این که طبیعت شغل شماست که یه موضوع کوچیک بزرگ کنید، من باهاش هیچ مشکلی ندارم. ولی روم به دیوار، من خودم تکرار ادرار دارم. حالا صحیح و سالم کنار شما نشستم. همین الان از خیابون اومدم.